خب بعد از شنیدن یک موسیقی زیبا از فرانسیس لی و البته بخش معرفی آدرس اینترنتی باشگاه مخاطبان شبکه چهار نوبت میرسه به بخش ثابت روزهای دوشنبه موضوع فرهنگ رفتاری و جناب آقای دکتر علی بابایی زاد سلام صبح بخیر سلام عرض میکنم خدمتون و به بینندگان عزیز امیدوارم که صبح خیلی خوبی را آغاز کرد بشنای دکتر ارز میکنم خدمتتون که سامانه پیمه کتا ما تا لطف بکنید اگر که نکته هست که میخواین برای ما ارسال بکنید از این سامانه استفاده بکنید آقای دکتر بابایزاد هم نظرات شما رو خواهند خوند و البته پیام های شما و سوالاتی که ممکنه حین بحث پیش بیاد. آقای دکتر ما مرور داشتیم کردیم هفته گذشته دلایلی که ما نوازش نمیدیم. درسته؟ و چندین دلیل رو شما برشمردین در این مورد. در, در طول سه هفته پیش ما روی این موضوع کار کردیم هم. که چه اتفاقی میفته که نوازش ها از طرف من بلاک میشه و اونا رو نمیدن و چقدر این اثرات نامطلوبی میتونه روی رابطه داشته باشه که فکر میکنم هفته پیش تمومش کرد هم. ولی من یادم آخر گفتگومون با هم راجع به کانال های دریافت و دهش نوازش با هم حرف زدیم که شما فرمودید بد نیست امروز روش دوباره یه اشاره بله. داشته باشیم یادم به که هفته پیش این رو روشن کردید و بعد بریم امروز سراغ این که چی میشه که ما نوازش رو حالا نمیگیریم و زیرزمینه این داستان بریم روی تصویر ذهنی یعنی اون چیزی که در زمان بچگی با توجه به اتفاقاتی که بین من، مامان، بابا و افراد همسن و سال و معلمام و غیره افتاده از خودم ساختم و چه ساختار سختی است خروج از اون و بالا ببینیم اون رو چطور به عنوان مانع دریافت نوازش میتونیم بررسی کنیم. چهار تا کانال بود درسته؟ بله. میخواین یه بار دیگه بهش اشاره بکنیم؟ بله ما اصولا آدم ها وقتی که توی در واقع NLP اینو بررسی میکنن برنامه مغز کلامی که یک شاخه سوی روانشناسی میگن که از چهار کانال دیداری، شنیداری، لمسی حسی و منطقی با دنیا و دیگران و در واقع محیط ارتباط برقرار میکنه درسته؟ موضوعی که هر چهار کانال رو هممون داریم منطقه بعضی ها تو بعضی از این کانال ها در واقع حساس داریم برای مثال ممکنه که خانمی بگه که همسر من اصلا منو نوازش نمیکنه تو این رابطه به من بی توجهه و بعد همسرش میگه که اگر من تو رو نوازش نمی کردم و نبودم که خونه رو به نام تو نمی کردم و یا فلان کار رو نمی کردم آه. میگه بابا من دلم میخواد یه بار به من بگی دوست دارم تالا این جمله از تو زد دهن در اومده میگه خب همونی که تو میگی تازه میگه همونی که تو میگی در واقع گویا که خانم بیشتر کانال شنیداری رو, رو روش تاکید داره و گفتاری در واقع و آقا روی کانال لجیکال یا منطقی به این دلیل که این کارو کردم پس دوست دارم اینی که ارزش نوازش در نیاز فرد نوازش گیرنده است برمین اگر ما میخوایم نوازشی بدیم که طرف مقابلمون اون رو به بهترین وجه جذب بکنه و از اون شادمان بشه باید به این دقت بکنیم که نیاز اون چیه من برای مثال آیا نیاز دوستم به اینه که ببرمش مهمونی؟ یا اینکه براش فلان لباسو بخرم؟ آیا نیاز پدر بزرگ من اینه که با خودم ببرمش مثلا خونه دوستان و با هم بزنیم و بشینیم و حرف بزنیم؟ یا اینکه ببرمش پارک و غیره؟ بنابراین بعد ببینم که نیاز اون آدم به چیه و تو چه دوره سنی هست و احتمالا چه چی چیزی میخواد و اون نیاز رو از کانال نوازشی که احتمالا برای اون فعالتره بخوام در واقع ارضا بکنه و این نوازش نوازش خوبی عذاب در میاد برای مثال کسی که دیداری تره کانال ویژوال میگن یا دیداریش در درونش فعال تره خب اون آدم نیاز داره اگه میخوای نوازشش بکنی این نوازش جنبه دیداری هم داشته باشه یه هدیه بخری گلی بخری درست بله و البته خب کسی که دیداری خودش هم توی چگونگی لباس پوشیدنش، ارتباط بین فردیش بیشتر از زبان بدن و تماس چشمی استفاده میکنه و و, و میشه فهمید وقتی میخواد بگه که گوش کن به من، ببین بهت چی میگم مثل خود من و احتمالاً شما که بگم ببین تماس چشمی با هم داریم و مدام و برای من مهمه برای من آدم دیداریتره، تره اونی که شنیداری بیشتر از ها صحبت میکنه. گوش میکنی چی میگم حرکت چشاش به سمت گوشاشه و اونی که منطقیه با دلایل و اونی که حسیه از احساساتش و عواطفش و هیجانهاش صحبت میکنه و اینکه دلم میگه و غیره بنابراین میشه از روی چگونگی حرف زدن زبان بدن ارتباط برقرار کردن و توصیف شرایط توسط افراد متوجه شد که توی کدوم یکی از این کانال ها در واقع فعالتر ذهنشون و این به این معنا نیستش که اگر در یکی فعال باشه بقیه وجود نداره نه بهتره که ما به همه جنبه ها توجه کنیم. آقای دکتر بابا با توضیحی که شما میدیم حال هر کدوم از انسانها باز یکی از این کانال ها بیشتر ارتباط برقرار میکنن حالا فرض میگیریم که من نوعی قراره که... و آدمی هستم که کانال دیداریم فعالتره و حالا قراره که همسرم رو نوازش بکنم علل قاعده میرم سراغ چیزی که خودم خیلی بهش عادت دارم و نمادی از دوست داشته شدن برای من پس با همون روشم تلاش میکنم دوست بدارم همسرم رو میرم حالا هدیه ای میخرم یا به قول شما نگاه مهربانانه برقراری ارتباط چشمی بیشتر ولی اون آدم ممکنه که مثلا شنیداری باشه نوع پذیرش نوازشش بیشتر از بقیه کانال هاش اینجا واسه چطوره؟ آیا من باید مراقب این باشم که او چگونه است و قاعدتاً از اون چیزی که خودم فکر میکنم خیلی دور بشن. بعد سپاس از روشن سازیتون بله به این نیاز هستش که به کانال نوازشی او دقت کنیم تا ارزش نوازش من در درون او که گیرنده نوازشه در واقع درک بشه اون چیزی که ممکنه از نظر من نوازش خیلی پر رنگ نباشه ممکنه بالعکس از درون بسیار بسیار پر رنگ به نظر بیاد دقیقا شما پدر بزرگی فرض کنید که میخواد نوش رو نوازش کنه و بشینه به او پند و نصایحی که به نظر خودش برای زندگی لازمه بگه و چه بسا این پند و نصایح در زمان کودکی پدر بزرگ کار میکرده و امروز نه تنها ارزش نیست بلکه برای اون نوه حرفهایی حوصل سربر و غیر قابل در واقع دریافت و حالا اونم همینجور به خودش میپیچ و احترام میذاره و گوش نمیکنه و میخواد زودتر در واقع از این رابطه فرار کنه و بره بیرون در حالی که بابا بزرگ مهربان قصدش این بوده که اون رو نوازش کنه و نه تنها نوازش کنه بهش درس زندگی بده اینه که اصلا این که درک بکنه که اون نوش تو چه شرایطی داره زندگی میکنه شرایط بهتون گفته بودم که زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی اون چیز و بنابراین برای اون چه چی چیزی نیاز و ارزش و اصلا دنیای پدیدارشناسی اون امروز چه چی است چی یعنی که گاهی اوقات ما فکر میکنیم اون چیزی که تو کله ما عرضشه و برای ما نوازش حساب میشده یا در زمان کودکی یا با کسی که برای ما مهم بوده نوازش در واقع محسوب میشده بعد این همون رو به کس دیگه ای اعطا کنیم تا بگیم که بهش نوازش دادیم در حالی که ممکنه که فرد مقابل ما هیچ نیازی به اون نوع نوازش نداشته باشه و بنابراین چیزی در درون اون ارزانش اگر نوازش تعریفش واحدی از شناخته شدن بود شناخت نیاز درون من توسط کسی که میخواد به من نوازش بده اهمیت بیشتری برای من داره و ارزای عمیقتری در درون من ایجاد میکنه تا اینکه طرف مقابل فرض کنه یا فکر کنه یا حتی با تعصب گمان کنه که من باید فلان نیاز رو داشته باشم و بنابراین در جهت نوازش من حرکت بکنه ولی چون نیازی نبوده در درون من که بخواد ارضا بشه مثل همون بچه‌ای که پنت های برای مثال هفتاد سال پیش زمان کودکی بابا بزرگ بخواد بشنوه در واقع که بابای بابا بزرگ بهش گفته بوده نیازی نداره به اون چون اصلا شرایطش عوض شده و نوع نگاه متفاوته و در واقع نوازش رو دریافت نمی کنیم که ما نگاه کنیم یک به نوع نیاز طرف مقابل و یه خورده توجه کنیم که نیاز او در این سن با این جنسیت تو این موقعیت با فلان ذریب هوشی با گذر از دوره زندگی چی هست؟ و دو از چه کانال این نیاز رو بخوایم تامین کنیم دیداری شنیداری حسی و منطقی که البته تلفیقی از همه اینها با تاکید روی کانالی که در طرف مقابل فعالتره میتونه بهترین اثر رو داشته باشه حتی این در طول دوره های گذر سنی هم رخ میده در ما نیازمون قبل از بحران میان سالی بعد از اون در بحران کولت در دوران هایی که تغییرات فیزیولوژیک و یاستگی و غیره رو داریم در تغییراتی که یک خانواده درش رخ میده یک خانواده اول ازدواج جوانه و بعد پیر میشه و به مرگش میرسه و در مرگ زمانی که دیگه خانواده وجود نداره و یک نفر نشسته و پارتنر او در واقع مرده یکی زودتر از اون یکی و اون منتظره که تا تمام شه بنابراین ما سیر تکاملی رو طی میکنیم که لزوما هم آخرش دردناک نیست اگر با پذیرش تو هم باشه آخرش با خرد ورزی تو همه و درک عمیق از زندگی و توی این دوران و تغییرها نیازهای یک زن و شوهر تغییر میکنه این نیستش که اگر چه سال پیش بهش نوازشی میداد و امروز بعد درک بکنه که امروز او چه نوازشی داره نیاز داره بخواد همون شکلی که چه سال پیش بود به اون توجه بکنه شاید نیاز همسر او امروز به نوعی از درک شدنه برای مثال دوست داره که درچه یک شوهر توسط همسرش زنش و در